به نام مهاجران به کام مسئولان، مشارکت رسانه‌های آزاد از اختلاس میلیون‌ها افغانی از سوی مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خبر داد. کشیدگی‌های فراوان میان دختران رئیس جمهور ازبکستان. وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس شوش خوش آمدید. مشارکت رسانه‌های آزاد با انتشار گزارشی از اختلاس میلیون‌ها افغانی توسط مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است. واریز شدن پول به حساب‌های شخصی خانواده وزیر مهاجرین، مافیای زمین، فروش پست‌های کلیدی وزارت، اختلاس در معاش کارمندان، سپردن غیرقانونی صلاحیت‌ها به افراد خاص، گرفتن پول‌های غیرقانونی، استخدام سلیقه‌ای مشاوران، دریافت پول برق از دو اداره و هدایات غیرقانونی از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری نیز وجود فساد را در این وزارت تایید نموده، در حالی که مهاجران افغان در خارج از کشور شلاق رویه بد کشورهای میزبان را میخورند. اما با انتشار این گزارش معلوم می شود که این وزارت بیشتر از پرداختن به مشکلات مهاجران افغان در بیرون از کشور درگیر فساد گسترده بوده است. واقعا در وزارت مهاجران و عودت کنندگان چه میگذرد و چگونه فساد اداری در این وزارت دامن گسترده است؟ عبدالصمد حامی معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب حامی، شما این گزارش را مطالعه کردین، تایید میکنین مواردی که در این گزارش آمده در باب فساد گسترده که در وزارت شما وجود داره؟ گزارش کاملا مطالعه کردیم. قبل از اینکه در مورد گزارش صحبت بکنم، اجازه بدین که از مردم عزیز خود که توقع کار، مؤثریت و خدمت برایشان از ما دارن، ما معذرت بخوایم برای اینکه بیاز از اینکه اخبار خوش بشنون، متاسفانه اخبار که خوشایند نیست به گوششون میرسه. موارد زیاد در این گزارش ذکر شده. ما امیدوار هستم که این گزارش دقیق یا حقیق از حقیقت دور باشه، اما بعضی موارد هم هست که به واقعیت نزدیک است. اما ما توقع دارم که ادارات که حق بازپرس دارن و از جمله پارلمان افغانستان، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، همچنان اداره عالی مبارزه با فساد اداری و علوی سرنولی این گزارش را جدی بگیرن و پیگیری بکنن. در صورتی که یک گزارش با این گستردگی و با این وسعت نشر میشه، در صورتی که اگر واقعیت نداشته باشه با 8 صبح صحبت شه و اونا مورد پیگیری قرار بگیرن. اما اگر این گزارش واقعیت داشته باشه، در اون صورت عاملان این فساد باید به پنجه قانون سپرده شه. بله، حالا شما خود شما هم معین این وزارت هستین، در چندین جا این گزارش اسمی از شما هم برده شده و جناب وزیر شما را هم گفته که در جریان کارها بودین. فکر میکنین که چه جریان داره در وزارت شما؟ فساد در چه حد است از دید خود شما؟ حالا بگذاریم این گزارش را. در بعضی موارد فساد وجود داره که ما نماینده های 8 صبح با ما هم مصاحبه انجام دادن و ما چیزی که واقعیت بود برای 8 صبح هم گفتیم و برای مردم خود هم بیان میکنم. برای اینکه هم کار درست نشه و هم فساد وجود داشته باشه، بازی درست نیست. فساد در بعضی موارد مثلا در پروسه توزیع زمین وجود داره و به همین دلیل هم ما پروسه توزیع زمین که ما ریاست میکنم از مدت 8 ماه به این سو توقف دادیم و شرایط گذاشتیم بالای کسانی که برای ما فشار وارد میکنن تا زمین ما برای افراد نامستحق یا به صورت نادرست توزیع بکنیم، تا زمانی که حل نشود ما زمین توزیع نمیکنیم. و همچنان خواستیم که لایحه توزیع زمین در روشنایی با فرمان 104 رئیس جمهور ساخته شود و همچنان دستان افراد که خارج از وزارت هستند و افراد غیر مسئول از پروسه توزیع زمین دور ساخته شود. ولی این مافیای زمین یکی از اون مواردی است که در این گزارش اشاره شده در کنار سایر موارد. در باب مافیای زمین کی ها است؟ دست کی ها است در این مافیا؟
خب در گزارش هم آمده یک تعداد کسانی هستند که در داخل وزارت هستند، کارمندای وزارت هستند، اما مسئولیت توزیع زمین ندارند، به دلیل از اینکه توزیع زمین یک پروسه است که در اونجا آسیب پذیری در بخش فساد اداری زیادتر است و از اون خاطر میخوان که در اونجا خود آگاهانه و غیر مسئولانه زی داخل بسازند و همچنین یک تعداد از خارج از وزارت میخوان که در این پروسه خود زی داخل بسازند و اینا افرادی هستند که در وزارت کار نمیکنن و میخوان با زور و فشار و با نامهای گوناگون خود وارد بکنن. بله خانم فرید، واقعا چه جریان داره در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان؟ شما عضو مجلس نمایندگان هستین، چقدر مجلس در جریان کارهایی که در این وزارت انجام میشه بوده و این فساد گسترده‌ای که حالا انتشار یافته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام. در جریان سال گذشته ما در جریان یک مقدار از گزارش هایی که امروز انتشار یافته توسط 8 صبح قرار داشتیم. اتفاقا با وجود ای که رسانه ها رو انعکاس هم ندادن در یک جلسه استماعیه و استجوابیه از آقای انوری وزیر امور مهاجرین چند سوال کردم خودمه و بستگی داشت به زمینگیر شدن وزارت مهاجرین، به مشکلات و فسادی که در وزارت مهاجرین وجود داره و متاسفانه جواب درستی نشنیدیم. اما اسنادی به این گستردگی که ما امروز دیدیم و انتشار یافت ما تا حال ندیده بودیم و به نظر من تا زمانی که مدارک با تمام طول و عرض خود و اما شماره و تاریخ و امضا و اسناد در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار نداشته باشه، موضع گرفتن کار آسانی نیست و نیاز هست تا اسناد وجود داشته باشه تا ما بتوانیم موضع بگیریم. اما من حیث عضو مجلس نمایندگان و عضو کمیسیون روابط بین المللی، ما به یک پدیده برخوردیم که اخراج مهاجران بود از کشورهای اروپایی و اتفاقا وقتی که دنبال قضیه رو گرفتیم برمیگشت به این که تعداد چند موافقت نامه دو جانبه بین وزارت مهاجرین و کشورهای اروپایی بسته شده که موجب شده کشورهای اروپایی مهاجرین عودت بدن به افغانستان. اما من میخوام از بعد دیگر به قضیه نگاه بکنم. ما چرا وزارت مهاجرین داریم؟ ما وزارت مهاجرین داریم به دلیل این نیست که مهاجرانی در اروپا و استرالیا و کانادا و امریکا داریم. وزارت مهاجرین ما بیشتر به دلیل این هست که ما بیشتر از 5 میلیون مهاجر در ایران و پاکستان داریم. مهاجرانی که از طرف دشمنان ما ابزار استفاده میشن در مقابل سیاست خارجی افغانستان و ضربه میزنه به موقف افغانستان. مهاجرانی که امروز نسل دوم اونها هویت فراموش کردن. حال این شکایت هایی که در گزارش رسانه های انعکاس میافت از مشکلات مهاجران در لااقل همین دو کشور همسایه ایران و پاکستان نشان میده که این وزارت مصروف کارهای دیگر است تا این رسیدگی به مشکلات مهاجران. واقعا میشه گفت قلب هر کسی که افغان و افغانها را دوست داره در هر جای افغانستان و هر جای دنیا هستن به درد میاره که وزارت ما مصروف سفرهای خارجی هست اما مهاجرین ما در آن طرف مرز پاکستان و آن طرف مرز ایران در وضعیت بسیار بد به سر میبرن و با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم میکنن. ما نتوانستیم زمینه کار، زمینه تحصیل، زمینه حتی گشت و گذار بر اونها در اون کشورها فراهم بکنیم. اما وزارت مهاجرین ما حتی جلو کمک های بین المللی را هم گرفته. من در این گزارش دیدم که 8 ماه است که یونیسیار کمک های خود به این وزارت قطع کرده. قاعدتا اگر وزیر پاک می بود کمک های بیشتری از طرف نهادهای دیگر مثل بانک جهانی و نهادهای دیگری که برای افغانستان کمک میکنن جذب میشد تا ما مشکل مهاجرین به عنوان یک پدیده امنیتی و یک پدیده هویتی نداشته باشیم. بله. جناب حامی، مسئول فساد گسترده در وزارت شما کی هست و شما چه کردین در برابر این فساد که وجود داشته در این وزارت؟ همونطور که در گزارش آمده افراد مختلف ذکر شده، من نمیخوام که این گزارش را بر شما تکرار بکنم، ولی کاری که ما کردیم این است که بارها با هم بحث کردیم، با وزیر صاحب، با دیگر کارمندان وزارت صحبت کردیم تا حداقل اگر فساد توقف داده نمیتونیم کاهش خوب بدیم و آهسته آهسته هدف نهایی ما معلوم هست که زیر پای کی است ریشه این فساد در وزارت شما؟
ولی ما فکر میکنم که بسیار موضوع مغلقی است و خوب است که آره از خانواده آقای وزیر شروع شده. بستگان آقای وزیر در وزارت شما کار میکنند، بله؟ بله، چند نفر از بستگان آقای انوری در وزارت شما مصروف کار هستند؟ از نزدیکان جناب وزیر صاحب در وزارت کار میکنند و ما امیدوار هستم که گزارش به این شکل که آمده واقعیت نداشته باشه و شناختی هم که ما از آقای عثمانی دارم او یک شخص صادق و یک شخص پاک است و به می دلیل هم فشارهای را تحمل کرده نتونست و از وزارت استعفا داد و رفت. خوب است که موارد زیاده که در مورد شخص وزیر صاحب یا در مورد خانواده وزیر صاحب مطرح شده با خودشان صحبت بکنین، اما ما در مجموع میخوایم در مورد وزارت صحبت بکنم. ما قدمهایی را برداشتیم تا فساد اداری را کاهش بدیم و یکی از اون قدمها این بود که ما پروسه توزیع زمین کاملا توقف دادیم و ما شرط گذاشتیم بالای زورمندان که در وزارت و خارج از وزارت هستند بالاتر از ما و یا پایینتر از ما قرار دارن که در صورتی که دستای نامرئی یا مرئی افراد غیر مسئول و زورمندا از این پروسه برداشته نشه ما لایحه درستی برای توزیع زمین نداشته باشیم این پروسه را توقف میدیم. توقف هم دادیم. این فساد از چه زمانی آغاز شده در این وزارت؟ لااقل ما خواهم از یک سال به این سو متوجه از این شدیم که در وزارت در بعضی بخش ها و در بعضی موارد فسادی داری وجود داشته و به این خاطر ما اقدام برداشتیم که اقدام کردیم که تا این فساد توقف بدیم. مثلا چه کار کردین؟ کار عملی که باید این فساد رسانده شد و به گوش مسئولان درجه یک کشور؟ کار کردیم با جرأت با خود وزیر صاحب صحبت کردیم که فلان و فلان و فلان که در پروسه توزیع زمین میخوان مداخله بکنن اینا از نام خودت استفاده میکنن و اینا را باید ما دور بسازیم. ولی همین جناب وزیر در مورد خود شما گفته که شما دارین توطئه میکنین به ضد آقای انوری به این دلیل که شما گفته بودین که 8000 دلار بر شما معاش تعیین شده آقای انوری این کار را نکرده و این پیشنهاد را کرده ریاست جمهوری قبول نکرده. شما از اون زمان شروع کردین به توطئه چینی در وزارت به ضد آقای انوری، بله؟ واقعیتی است که زمانی که به حیث معین وزارت ما تعیین شدم متوجه شدم که ما شما بسیار کم است که حتی کفایت مصارف روزمره ما را هم نمیکنند و این موضوع را با وزارت مالیه و با کمیسیون اصلاحات اداری در میان گذاشتیم. اونا گفتن معین هایی که تجربه زیاد داشته باشند و تحصیلات عالی داشته باشند اینا میتونن که معاشات بیشتر به حکم رئیس جمهور بگیرن، چنانچه یک تعداد معین صاحبا میگرفتن. به او خاطر من موضوع را مطرح کردم که با این ماش من نمیتونم گزاره بکنم و وزیر صاحب قبول نکردن که پیشنهاد برای ریاست جمهوری بفرستن، اما هیچ گونه پیشنهاد برای ریاست جمهوری فرستاده نشده و روابط شخصی ما با وزیر خوب است. یعنی ما موارد اختلافی که داشتیم یا دیدگاه های ما وزیر چگونه گفته که شما دارین توطئه میکنین به دلیل نارضایتی؟ ای را میگذاریم زمانی که با وزیر صاحب مصاحبه کردین از اونا پرسان میکنیم. آقای حامی شما هم یک طرف اون بحث هستین، در مورد استخدام مشاوران هم از شما یاد شده که شما استخدام میکنین، چگونه از جریان؟ واقعیتی است که در وزارت مهاجرین تمام صلاحیت ها به شکل مرکزی به خود وزیر صاحب ارتباط داره. لااقل برای دفاع از این ما 30 ورق کاپی احکام و مکتوب هایی را که وزیر صاحب زمانی که سفر رفتن در جریان سال گذشته 30 مرتبه سفر رفتن و در اینجا هر بار که رفتن حکم دادن که مثلا ما از این تاریخ تا فلان تاریخ فلان کشور میرم و تا آمدن ما این موین یا اون موین سرپرستی بکنم. من متن دقیقش را میخوانم. نوشته است بدین وسیله به محترم فضل احمد عظیمی موین پالیسی و انسجام وزارت صلاحیت تفویض میگردد الا برگشت من سفر امورات وزارت را بدون تقرر و تبدل سرپرستی نماید. در صورتی که خب از این 30 موردی است که سفر کردن در 3 مورد وزیر صاحب مرا سرپرست ماندن و در 27 مورد معین پالیسی و پلان سرپرست ماندن. در صورتی که ما یا معین دیگر حتی سرپرست هم شویم صلاحیت تقرر و تبدل را نداشته باشیم، خود شما فکر بکنید وقتی که ما معین باشیم چگونه میتونیم که یک کس را تقرر بکنیم؟ اصلا این در صلاحیت ما نیست. اگر کپی کار شده اجازه بدین شما بفرمایید کپی قراردادها را ببینیم که به عنوان استخدام کننده آیا ما امضا کردیم یا جناب وزیر صاحب ماجری امضا کردن. حالا گفتم میشه که پست های کلیدی در وزارت شما خرید و فروش میشه. ما هم شنیدیم. خب تمام گزارش ما خبر نداشتم، بعضی مواردش خبر داشتم. شما
موین این وزارت هستیم، باید در جریان این آنچه در این وزارت مگذره باید باشین. حتمی نیست که ما باشیم و به می چرا؟ مگر شما موین این وزارت نیستین؟ من موین وزارت هستم، من مسئولیت یک بخش دارم، یک بخش دیگر موین دیگر داره و با وجود که ما موین هستیم یا به عنوان اسیستانت با وزیر صاحب کار میکنیم، وزیر صاحب حق داره و این صلاحیت هم به خود داده که مستقیما موارد تصمیم بگیرن که چنانچه گرفتن. یعنی با شما هیچ گونه مشوری نمیشه در بسیاری موارد که در گزارش هایی دیم، اصلا خبرم نداشتیم و حالا من منعیس سایر مردم در گزارش خواندیم که در وزارت ما چی میگذره. خانم فرید، شما چی فکر میکنین برای این فساد گسترده چی باید انجام شود در وضعیت حاضر؟ پیش از این هم پرونده های بود از وزرا که روی میز گذاشته شد، رسانه ها منتشر کردن، اما حالا معلوم نیست که اون وزرا چی شدن، اون پرونده ها کجا، آیا این پرونده هم به همون سرنوشت دچار خواهد شد؟ بسیار زود هست که پیش بینی بکنه، اما با موارد تکان دهنده که در این گزارش وجود داره باور می هست حتی وزیر صاحب نباید استیضاح بشه، بلکه باید مستقیم به نهادهای عدل قضایی معرفی بشه و نهادهای عدل قضایی مسئله را دنبال بکنن، چون مواردی هست حتی میلیاردی، اختلاس های میلیاردی که خود وزارت قبول داره. اتفاقا من در گزارش بیشتر شما هم دیدم که گفتن ما 10%ش قبول داریم، حالا اختلاس کاملا بخی 1% باشه، بالاخره اختلاس هست و باید جوابگویی وجود داشته باشه و این پاسخگویی نه در محضر مجلس بلکه در محضر نهادهای عدلی قضایی. و من فکر میکنم مستقیم وزیر صاحب باید عزل بشه اگر رئیس صاحب جمهور واقعا باور دارن که فرمان شماره 45 بر اساس همو نیازهای واقعی اداره و سیستم بوده و نیاز هست تا با فساد اداری مبارزه بشه، باید وزیر صاحب به نهادهای عدلی قضایی معرفی بشه. ولی نقش خود مجلس چی میشه؟ مجلس نمایندگان هم نقش نظارتی جدی داره، میتونین شما جناب وزیر را بخواین و همین لحظه کارش را از این وزارت تمام بکنین اگر این موارد دقیق باشه. من دید آرمانی از مجلس ندارم و مطمئن باشین که تعداد کسانی که با جدیت این قضیه را دنبال میکنن به اون اندازه شاید نباشه که خب در قبال این مسئله بی‌تفاوت، ما داریم کسانی که بی‌تفاوت هستن، اما این دلیل نمیشه که سکوت بکنیم. اعضای مجلس امروز هم سکوت نکردن، ما یک تعداد حتی امضا هم جمع کردیم به خاطر استیضاح وزیر مهاجرین. باور ما هست کسانی که قلب تپنده برای بهتر شدن وضعیت افغانستان دارن و میخوان افغانستان یک چهره دیگر داشته باشه و نظام اصلاح بشه و سوی اصلاحات بره، پای و ورق امضا کردن یا میکنن. اما وقتی که دوباره و به قضیه وزارت مهاجرین میپردازم، نگاه میکنیم که ما هیچ دید استراتژیکی در این وزارت وجود نداره. من میخوام زیربنایی و از بعد دیگری به قضیه نگاه بکنم، کاملا وزارت مهاجرین به عنوان یک شهروند افغانستان به اون نگاه بکنم. وزارت مهاجرین نه برنامه میان مدت، نه برنامه دراز مدت و نه برنامه کوتاه مدت برای عودت مهاجرین داشته. در 10 سال گذشته وضعیت مهاجرین بهتر نشده، هیچ فکر میکنین بدتر هم شده و همین دلایل هست که وزارت مهاجرین رو زمینگیر کرده و وزارت مهاجرین نتوانسته به صورت درست به خواستهای بیشتر از میلیون ها مهاجری که ما خارج از افغانستان آن طرف مرزها داریم جواب بده. آقای امی، هیچ برنامه وزارت شما واقعا نداشته، دلیل چه میتونه باشه؟ موافق هستین با اینکه هیچ برنامه برای عودت مهاجرین در وزارت شما وجود نداشته در این سالها و هیچ کار چشمگیری هم دیده نشده به خاطر مهاجران؟ یک تعداد فعالیت ها صورت گرفته، این دور از واقعیت خواهد بود که بگیم هیچ کار صورت نگرفته. به هر صورت یک قسمت کارها صورت گرفته و از او جمله خانم فرید هم شاید در جریان باشند که ما سر ساختن یا انکشاف پالیسی برای بجاشتگان داخلی کار کردیم و تقریبا نهایی شده. بخش استراتژی انکشاف ملی افغانستان هم بوده که در او یک فصلش جزء از کارهای عملی چه کاری انجام شده؟ کارهای عملی عمدتا از طرف سازمانهای بین الملل از جمله یونیسیار و اداره بین المللی مهاجرت صورت گرفته و متاسفانه وزارت مهاجرین بیشتر نقش یعنی پسیفتر داشته و
کوشش کرده که هماهنگی را بین ادارات ملی و بین المللی ایجاد بکنه و متاسفانه در این مدت در وزارت اصلا هیچ بودجه انکشافی هم وجود نداشته. امی که بودجه انکشافی وجود نداشته باشه خودش معنا را میرسونه. خانم فرید بگم وزیر صاحب مهاجرین که برای استجواب آمدن سال گذشته به دلیل این بود که بودجه انکشافی هم که داشتن مصرف نکرده بودن، حتی زیر 40% بود. مسئله دیگه ای که کار عملی ما در مورد عودت کننده های داخلی نه، بیشتر بحث ما روی مهاجرینی هست که خارج از افغانستان هستند و نسل دوم اونها تولد شده و حال خود پاکستانی و ایرانی میدانه و این آینده افغانستان به هویت افغانستان به شدت ضربه میزنه. اگر من فکر میکنم وزارت مهاجرین یکی از کلیدی ترین وزارت ها هست، مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و مسئله توسعه افغانستان به شدت مورد ضربه قرار داده و اگر این وزارت برنامه کلیدی برای و استراتژیک و دراز مدت برای مهاجران در بیرون افغانستان مخصوصا ایران و پاکستان نداشته باشه، باورم این هست که مسئله مهاجرت به یک پدیده بسیار حالا با این فساد گسترده که در این وزارت وجود دارند نمیشه زیاد چشم امید به این موارد نداریم، اما جز این که تغییرات گسترده ای حالا وارد شود در این وزارت و بررسی شود که واقعا چه میگذره. اما این انتظار داریم، ما این نظام را قبول داریم به شرط اینکه خدمات ارائه بکنه و وزارت مهاجرین ایجاد شده تا این کارها را انجام بده. اگر انجام نمیده بیا استعفا بکنه و جوابگوی تمام کارهایی که در وزارت و مشغولیت هایی که داخل وزارت داشتن باید جوابگو باشه. آقای حامی، کی پاسخگوی این فساد گسترده در وزارت هست؟ طبیعتاً تمام اداره و در رأسش کسانی که مسئول هستند در هر اداره پاسخگو هستند، چرا در نهایت هر کسی که اگر فعالیت های خوب یا به هر صورت فعالیت های منفی هم انجام میتن بالاخره کسی که در رأس اداره قرار داره جوابگو بوده میتنه. یک چیزی که من به صحبت های خانم فرید اضافه میکنم این است که وزارت مهاجرین در حال حاضر یک وزارت کلیدی نیست، اما باید کلیدی ساخته شود. در افغانستان برای 30 میلیون چگونه کلیدی میشه این وزارت؟ چه کار باید شود که این وزارت کلیدی شود؟ برای 30 میلیون نفوس که بلی. وجود داره و از جمله حدود 25 میلیون داخل کشور و 5 میلیون خارج از کشور. شما از چه نقیصی رنج میبرین که میخواید کلیدی شود این وزارت؟ برای 25 میلیون کسانی که داخل کشور هستن 25 وزارت دیگه وجود داره. برای 5 میلیون یک وزارت که باید کلیدی ساخته شود. یست از چیزایی که من رنج میبرم از مداخلات مثل که در گزارش آمده و من هم گفتم و همچنان از ظرفیت پایین وزارت که بعد وزارت ظرفیت سازی شده و وزارت به دیده کم گرفته نشده که این کارها را نکردن. خب ای من نمیفهم که ای کی نکرده ای در مجموع قیامی شما هم معین این وزارت هستین، فراموش نکنین. بله، اما باید آدم تاثیرگذار باشین و کاری کرده باشین در این وزارت. یک واقعیتی که وجود داره در افغانستان ای است که ادارات افغانستان یا حداقل اداره ما به گونه کلی فرد محور شدن و هر کسی که در یک اداره باشه فکر میشه که اینمی اداره از او است و باید تمام افراد وابسته به او باشه و باید به او کار بکنه. اما مبارزه ما دمی است، ما به عنوان کسی که آمدیم در اونجا معین شدیم است که کارها را شروع کردیم و یک مقدار زیاد هم تانستیم که وزیر صاحب و همکاران دیگه می قناعت بتیم که ما باید ولی در مورد تغییر فساد بیاریم و پیشرفت بکنیم. گزارش نشان میده که آب از آب تکان نخورده و بدتر هم شده وضعیت. حالا اگر جناب وزیر به مجلس نمایندگان فراخوانده شوند یا نهادهای عدلی و قضایی آقای انوری و شخص شما و سایر مقام های ارشد این وزارت حاضر هستین برین برای پاسخگویی؟ واقعا اگر اینا بخواهن بساران ولی هم حاضر هستیم بریم، چرا ما مسئول هستیم به اداره عالی نظارت مقابل فسادداری هم حاضر هستیم و به مجلس نمایندگان و مجلس سنا هم حاضر هستیم و پاسخ بگیم، در صورت که بلی. پاسخ ما قناعت از اینا را حاصل نکنه باید مورد فرید واقعا پاسخگو است مسئولان این وزارت. دوباره به مسئله قبلی بپردازم، ظرفیت سازی را در وزارت های دیگر هم کی انجام میده؟ USAID انجام میده، بانک جهانی انجام میده و نهادهای بین المللی. تنها نهاد بین المللی که در چند سال گذشته هم با اینها هم کار بود حال همکاری را قطع کرده. چطور میخواین ظرفیت داشته باشین وقتی که نهادهای بین المللی و پولهای بین المللی که افغانستان همین حال سر پای خود استاده کرده با شما نیست، به دلیل اینکه در داخل وزارت شما درست کار نمیکنین، به دلیل اینکه میلیاردها دلار اختلاس وجود داره، به خاطر اینکه پروژه هایی رو انجام میدین که وجود نداره و پول او گرفته میشه. حتی در این گزارش هم
هست، پروژه گرفته شده، پول او گرفته شده، عکس ها فرستاده شده، ولی بلوچ های بیچاره پول از او نگرفتن و اصلا خبر ندارن که پروژه وجود داشته باشه. وقتی چنین چیزهایی را نهادهای بین المللی با خبر بشن، به هیچ وجه نیروی ظرفیت سازی و نیروی کمک به بودجه و در مورد پاسخگویی مسئولان این وزارت، مسئولان این وزارت به مردم افغانستان پاسخگو هستند، به نمایندگان مردم افغانستان پاسخگو هستند. ما اونها رو به میز محاکمه میکشانیم و اجازه نمیدیم که حیثیت مردم افغانستان فدای بازی های خودشان و شخصی خودشان بشه. سپاسگزارم. ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان، و عبدالصمد حامی، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ممنون از حضور شما. و لولا کریموا تلیو، یکی از دختران اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، در گفتگو با بی بی سی از اختلافات خانوادگیشان که یکی از سرشناسترین خانواده های حاکم در آسیای میانه است، پرده برداشته است. لولا میگوید: من و خواهرم 12 سال است که با هم حرف نمیزنیم و بین ما هیچ رابطه خانوادگی یا دوستانه‌ای وجود ندارد. خواهر لولا گلنارا برای کارهای متفاوتی از جمله خواننده پاپ، دیپلمات، طراح مد و فعالیت‌های بشردوستانه در کشورش شهرت دارد. بازرگان پرنفوذی است و گفته می شود که ممکن است جانشین پدر 75 ساله اش شود. اما دختر کوچکتر کریموف، لولا، نماینده ازبکستان در یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل است. لولا می افزاید: من فقط 2 یا 3 بار در سال به ازبکستان می روم و در ملاقات با پدرم در مورد مسائل سیاسی حرفی نمی زنیم. خواهران کریموف تقریبا در تمام زمینه ها شانه به شانه هم فعالیت می کنند و هر دو سازمان خیریه دارند. اسلام کریموف، پدر لولا و گلنارا، بیش از 20 سال است که با پنجه آهنین بر ازبکستان حکومت می کند. و سپاسگزار از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدارتان.